خوب بودم. عالی. سلام میخوای بکنی؟ آخه من سلام علیکم. من سلام علیک ندارم چون. من دارم. خب بفرمایید. من دارم و اینکه چه حال شما چطوره؟ ما نمی‌بینین خوشین دیگه. من این جلو میخواستم یه کسی کوچیک بگم. من چون میخونم کامنت های یوتیوب رو میخونم، همه جا رو میخونم، دو سه نفر بیشتر شد، سه چهار نفر بودن که چند بار تو کامنت ها سراغ من گرفتن. من اون سه چهار نفر از راه دور دستشون رو فشار میدی، کلشون رو ماچ میکنم، دستشون رو چی فشار بدی. آخه دیدم میگه من دستتو میفشارم. نه من فشاره صورتتون، حالا شاید نمیدونم. نه ولی همه تون دختر بودیم. نه همه تو صورت های خوشگلتون ماچ بهتون که یاد من میکردین. میخوام بدونید که کامنت هاتون رو خوندم. ناکن من یه ویدیو درست کردم در مورد قوانین نانوشته بین پسرها و نانوشته بین دخترها. درست. حالا اول که بین دخترها اصلا چیز شده بود که کی ما رو لو داده، کی ما رو فروخته و اینا، که من گفتم ما نفوذیمون همه جا هست. خب این همه جا نفوذ کرده به بغل دستیت هم شهر. کاری به این قضیه نداریم. 30 تا قانون ما نوشتیم که همه اینجوری بودن که اصلا مگه میشه؟ میشه. 30 تا قانون دیگه هم هست که میشه 60 تا. اصلا میخوام بیام راجبش باهات صحبت کنم که مثلا من بگی تو تینیجر بودی، شاید بگی چه جالب، منم مثلا با شهناز بچه بودیم اینجوری بود. قانون اول، وقتی رفیقت پی ام اس، وظیفه گوش کردن و دلداری دادن با توه، ولی اگر دوست پسر داره اصلا نباید براش خوراکی بخری، اون وظیفه پسر است. آقا یه ذره فکر کنم نگرفتم چی شد. پی ام اس چه پریوده؟ خب تو میگی نفهم میدم چی شد. حالا حالا دیگه اونش وظیفت اینه که گوش کنی، دلداریش بدی. آها ولی بویفرندش فقط باید خوراکی بخره. آره نظری نداشته باشی راجع به همش، لازم نیست نظر بدیم، بریم بعدی. آره. اگه دوست پسرش براش سورپرایز پارتی بگیره و از تو هیچ کمکی و هیچ نظری نخواد، تو به رفیقت میگی چه خبره. ولی اگه ازت نظر و کمک بخواد، خیلی عالی و بی‌نقص کمکش میکنی، این یعنی پسره میدونه تو بهتر میشناسی رفیقت رو، کاری نمیکنه که ناراحت بشه یا دوست نداشته باشه. من نفهمیدم اینو، بریم بعدی. من واقعا نفهمیدم یعنی چی. این مال ترم بالاتره. هرس کردن زندگی رفیقت از پسرای سمی وظیفه توه، که چه با کلام چه با سیاست. آخه به نظر من اگر طرف نخواد بفهمه نمیفهمه، تو هم داری گل لقد بادمجون واکس میزنی. نه یه مقایدم اثر میذاره؟ نه هیچ هم اثر نمیذاره. طرف مثلا گوش میده میگه چه جالب، نظر جالب، و شب با یارو میره دیت دوباره. خب اینم هست، اون ورش هم هست، ممکنه آره. عکس و اسکرین شات های ریسکی دست تو میمونه تا روزی که لازم بشه. عکس و اسکرین شات چی؟ از کجا؟ یعنی از دختر دوستان؟ مدارک دیگه، مدارکی که ذخیره میکنی برای اینکه بعدا روز مبادا تو گوشی تو پسره اونا رو پیدا نکنه. شریک جرمت اون دختره دیگه. یعنی آها یعنی تو گوشی خودم دیگه مثلا نباشه. من یه اسکرین شاتی گرفتم که نمیخوام این اسکرین شات به دست پسره برسه. میذارم بدم به تو. میذاری اون. آره. من که منظورم آره مهناز. آره. یه جوری میگه آره که اصلا هیچ کدوم این قانونا نبوده، اینجوریه که اصلا چیکار داری میکنی؟ بریم بعد. یعنی قبول نداری خیلی. به خود فا... نه میفهمم باشه حسابم شد. خب وقتی میگم قبوله قبوله دیگه. خب هستمت تا بیخ بود برای پسرا، یعنی که هر اتفاقی بیفته پات میمونم و فلان و اینا. برای دخترام هست با این تفاوت که اگه کسی تو جمع از اون کار خاص بد یا یه کار بدی دختر انجام داده حرف زد، تو پشت دوست در میای و میگی که خوب کرده هر کاری کرده، ولی تو تنهایی ازش انتقاد میکنی. آها آره موافقم. ولی پسرها اصلا به هیچ جاشون نیست، تو تنهایی هم نوکر هم دیگه هستن، تو جمع هم هستن، میگه آقا کردی کردی ولش کنی مهم میکنی. آها آره راست میگی. نه ولی دختر اینجوری نیست. خب اینجوری اذیت میکنن خودشون. چرا؟ اتفاقا این دوستی قشنگتره که. چیش قشنگه؟ چون یه جا که باید دفاع میکنی، ولی تهش اگر از نظر تو کار دوستت اشتباه باشه توی خلوت یواشکی بهش میگی. ما پسرا اینجوری نیستیم، میگیم بهرام بذار سرش بره. خب همین دیگه. چه جوری؟ همین یعنی نه میگم مثلا بهرام خودش بره سرش به سنگ بخوره میفهمه. وا خب این چه دوستی خوبیه. به خاطر اینکه مثلا من نمیذارم مثلا بابا برقی بالا سرش باشم هی بگم خب چرا اینجوری کردی؟ شاید ناراحت شه. بابا ها؟ میفهم بگو. اگه بدون دوست پسر داریم پارتی میکنیم و میخواد با یه پسر دیگه‌ای داستان کنه، تو فقط بهش یادآوری میکنی پسر ارزش ریسک رو داره یا نه.
اگه گفت آره، هر چی بهش خوش بگذره رو باید فراهم کنی تا بهش باید. یعنی مثلا مهناز و ملیحه و ثریا با هم دیگه رفتن یه جا دارن میرن. خب بعد این وسط ملیحه یه دوست پسری داره، پیچوندتش. مهناز میاد عین این فرشته سمت راست میاد بهش میگه که ملیحه جمشید که میخوای باش بری جمشید که میخوای بری اون بر حامد رو چیکار کنیم؟ میگن حامد حالا خیلی جالب نیست. خب یعنی مثلا میفهمید یعنی اصلا نمیخوامش. خب الان اومدم اینجا اصلا حال کنم، مثلا یعنی یارو کامل تو آب نمکه. خب اینو ولی فکر میبینی چقدر قانونشون عجیبه، حتی تو هم متوجه نمیشی. نه قانونشون عجیب نیست، نوشتاریشون عجیبه. نه بذار برات مثلا مثال بزنم دیگه. پسرا اینجوری ان که پسرا اصلا تبصره ندارن. یعنی اگه یه سری فله‌ای خب یه گله پسر با هم دیگه برن یه جایی، اگر یکیشون دوست دختر داشته باشه داره یه کاری هم میکنه، اون یکی اصلا انگار کر و لال و چیزه. اصلا اینجوری اصلا من نمیفهم داری چیکار میکنی. دخترا همینا. خب نه این خب منم من مگه بدجنس باشم؟ من که چه میدونم دخترا همینا یا نه. آقا به ما یه نامه‌ای دادن، ما داریم اینو میخونیم. خب حالا درست و غلط دوست صمیمی، اگر دوست صمیمی من خب توی رابطه ای باشه بره توی مهمونی، من میام بهش بهش یه گوش سدی میکنم که بابا اون بیچاره رو دریاب. اگر گفتش که آقا نه اصلا ولم کن، خب ولش میکنی. پسرها این گوش زده رو ندارن، مثلا همونی که دختره تو خلوتش میره به اون یکی میگه که آقا مثلا اون کاری که اونجا کردی جالب نبود. من فکر کنم گوش سد نمیکنی، میگیم چیزه، یعنی هماهنگ باشیم. آها بعدن گندش در نیاد، حرفا دوتا نشه ستا نشه، بعدن گندش در نیاد. این وگرنه با چی گوش داد کن؟ چقدر زشت. خب اگه رفیق نه شما قشنگی. آها اگه رفیق من دوست پسر نداره و من و دوست پسرم داریم باهاش میریم تو جمع، تمام مأموریت ما مچ کردن رفیقم با یه پسر مناسبه، هیچ مأموریت دیگه ای. این تو پسرها عیناً همینه، عین همینه. یعنی مثلا اگه من دارم شب میرم یه جا، خب حمید یهو برمیگرده به هم میگه من میخوام باهات بیام، من دارم با دوست دخترم میرم، اولین سوالی که همه میپرسه اینه که دوستش هست یا نه، اگه نیست من نیام. اون که اصلا قانونتونه. نه خب این داره میگه قانون اینام هست. این داره میگه اگه دارن میرن یه جا، اگر دختره داره با دوست پسرش میره یه جا، بعد دوست دست دوستش رو برداره با خودش ببره، خب قاعدتا باید مثلا اون بر دوباره یکی باشه که حالا شاید با هم تیک و تاکی کنن. حالا من بگم مثلا زمان قبل مثلا جوونی، حالا من که جوونم البته، ولی حالا اون موقع دقیقا برعکس این بود. یعنی من اگر با دوستم که دوست پسر داشت میرفتیم پارتی، از اول پارتی تا آخر پارتی بابا همجوری میشست، یعنی سرمو میآوردم بالا انگار مثلا با برادرم رفتم. آقا به تو چه؟ دوست پسره نمیذار؟ آره. چه غلط ها به اون چه ربطی داره؟ خب دیگه میگم اون موقع اینجوری بود. آها اون موقع خواه سیستم فرق. خیر باش. یعنی میگم الان این قانون عوض شده. آره این تبصره جایی بخشنامه اومده. تا جایی که بشه جلوی رفیقت رو میگیری که به پسر پیشنهاد بده، مگر اینکه دیگه خیلی عاشق شده باشه. همیشه دیگنیتی رفیقت رو باید حفظ کنی. اون موقع اینجوری نبود، یعنی کلن این مسئله خیلی اصلا نبود. دختر مثلا دهه 50 دهه 60 اینا دختر نمیرفت پیشنهاد بده به دختر، ببخشید به پسر. به دخترم پیشنهاد نمیداد. نه اون که حالا بحث اصلا این نه، یعنی کلا این قانون 180 درجه تغییر کرد. اگه رفیق توی هر مدل دردسری بیفته، وظیفه تو مریم مقدس نشونش بدی یه کاری کرده، یه گندی زده، یه اتفاقی افتاده، تو هر جا میخوای از این آدم صحبت کنی میگی ایشون عین مریم، من رو اسم ایشون قسم میخورم، اصلا آدم کشته. من میگم آقا من پشت دست این بازی میکنم. اوکیه. ببین اینا همه بستگی به نوع دوستی داره ها. نه ما داریم راجع به دو تا دوست صمیمی صحبت میکنیم. الان من یه سوال دارم، الان همین کسی که الان تو نوشتی اینو، نه با اون اسمش نگی ها، نمیشناسی اصلا. اصلا قسم سستش. الان پشت ماشین بودی، میزنه به یکی، میزنه به یکی زیر میگیره یا اصلا مهم نیست، مرده و زنده باید برین چالش کنین. تو زنده ادامه میدی با دوستت راهو، یعنی در میری؟ اینجوری نبود قبلا. نورمال میگه اینجوری نبود قبلا.
با چه میخندی؟ خب مرام و معرفت که همیشه بوده دیگه. آخه ببخشید مرام و معرفت این دیگه ذره حماقت هم قاطی شد. خب اگه سهلنگاری کرده زده بهش، خب میگیرنش یارو رو. و تو لوش هم میدی؟ نه من لوش نمیدم. ولی میری پیاده ولی میشه. ولی اگه من باشم همون لحظه ماشین پیاده میشه. میگی خودت میدونی. آره میگم میخوای ادامه بده برو، میخوای من چیزی نمیگم. من لو نمیدم. ولی راست میگی یا الان منم دارم میخوای وایسا؟ میخوای برو دیگه. آره. خودت و وجدانت. نه راست میگی. خب الان که دارم من فکر میکنم ولی من ادامه نمیدم. خب رابط تو دیگه تو هم دیگه رفتی آخه دیگه مرگ و میر و قتل و من نمیگم مرده، میگم مثلا پرتش کرده و موتوریه مثلا افتاده زمین نمرده، ولی شاید باید یکی الان کمکش کنه ببرش بیمارستان. خب دوستم میگه نه من میخوام در برم، میگم قربانت من اینجا پیاده کن خودت دیگه برو. خودت میدونی ولی نه من لو نمیدم. بعد تو میری موتوریه رو کمکش میکنی دیگه یا چیکار میکنی؟ عنوان... از اون آره میری؟ نه من به عنوان یک رهگذر که اصلا ندارم چه خبره. خب نه اومدیم و مثلا کسبه محل شما رو دیدن که با هم دیده باشن نه نمیرم کمک کنم. خب اگه بخوام به دوستت میگی خیام پایین تر پیادت کنه. خب من دیگه نمیدونم آقا من میگم لو نمیدم. خیلی توی یه جرمای سنگینم شریک نمیشم. باش سبک شریک میشی مثلا مثلا بریم مثلا چند پاستیل بدوزیم در ریم شویی جوری میگم چی مثلا برگردم به سوپره بگم آقا این دزدی نه فتصال نمیگم آره حالا پاستیل هم نشد یه چیز دیگه بران کنه چه زشت چرا؟ حالا همه کسایی که سوپر دارن میان کامنت میذارن وضعیت ما همینه دیگه حالا هر کی حالا یه نفر میاد سوپر در نه کار خیلی سبک رو خب. هستم من حتما رمز گوشی دوست صمیمو دارم اما اگر دوست پسرش بپرسه اصلا رمز رو یا بهش نمیدم یا میزنم زیرش میگم نمیدونم 100%. چرا خب پسرش کار مهم داره بخون. آره پسرام به هیچ عنوان رمزو نمیدن و خیلی آخه همون نیست پسرا میدن رمزو ربطی نداره دختره باید این هنوز تو چیزه حتما اگه دارم میرم خرید یه جوری هماهنگ میکنم دوست صمیمم با اون باشه و نظر بده و من اصلا از همین الانم برای تو هم هست تو هر موقع میخوای بری خرید احتمالاً که دوستات باهات میاد نه من که همش تنها میرم اونجا خرید بهم اون کی بوده که دوست یعنی آره قانون عاشق خریدن دیگه دختر اصولا منم خودم حالا من خرید به هم میخوره ولی خب همه دوست تو نم... تو با دید خودت نه جواب نه میدونم من که اصلا کی باشم نه میگم آدما معمولا میرن ولی دوست دارن ولی من فکر میکنم کلا دختر و خانوما اینا دوست دارن تنها نرن خرید یعنی یکی باشه مثلا نظر بده ولی پسرا من فکر میکنم کم خیلی پیش بیاد پسری دوست داشته باشه که مثلا با یه دوستش بره خرید فکر نمیکنم مرز تماس‌های بدنی و مالشی متفاوت و هر دو نفر خودشون معلوم میکنن اما مثلا با یک جمعی رفتین آفتاب بگیرین قبل از این که بگه تو پشتشو کرم میزنی خیلی بلند از یه چیزی تعریف میکنی مثلا چه بیکینی قشنگی خب ببین این یکی از خوابایی بود که چند وقت پیش الان من پسر که اصلا خط قرمزمه من پشتم اگه شبیه گورخر خط خطی خط بیفته ولی برم توی یه دونه ساحل خوابیده باشم امکان نداره این کرم رو بدم دست بهراد بگم بیا پشت منو ببار خب نه تو باز استثنایی مثل اون مثال قبلی که گفتی من استثنا هم استثنایی دخترا این داستانو مثل که با هم دارن به طور کلی باز دوباره شاید تو هم استثنایی الان یهو میاد میگه نه آقا من آره من با این قانون اوکی نیست خیر خب اشکالی نداره اگه دوستت داره با یه پسری میره تو اتاق هیچ رفتیم تو مراسم وظیفه تو یادآوری کنی که آها مسائل بهداشتی رو رعایت کنه نه مهمه قانون مهم و درست و قابل قبولی میری تو مراسم اصلا پدرت در میاد آقا یه راحت کن خودتو ریلکس باش از هر چیزی ناراحت میشی میگی حتی اگه شده روزی 20 بار هیچی نمیمونه واسه طعنه و کنایه اگه بمونه شما رفیقای صمیمی نیستین خیلی لایک دقیقاً چون تو خیلی صحبت میکنی آخه یعنی نه اصلا آره درستش همینه نه درست و غلط رو که چرا نه به نظر من چون اگه نگی خب بعد مثلا میگی آره بابا ولش کن بعد دفعه دیگه با حالا اینا ولش کن خب اینا هی ولش کن ولش کن یهو دینامیت گذاشتی وسط میتره که میفته تموم خدافظ خدافظ اگه نفر سومی به رفاقت ما اضافه بشه هرگز به نزدیکی ما دوتا با هم نخواهد بود مگر اینکه یکی از طرفین تصمیم بگیره با اون نفر سوم صمیمی بشه
قبول نداری؟ تو مثل که یه بار تلفات داری. من میگم اگه رو از اول سه تا دوست صمیمی، یعنی دوستیتون رو با هم شروع کردین. آها. رفت تبصره. آها. دوستی با هم شروع شده. حالا اصلا یه جایی چون مسافرت، مهمونی، هر چی. سه نفر با هم دوست شدن و به تدریج با هم صمیمی شدن. اون اوکی، یعنی مثلا چی؟ ولی اگه دو نفر با هم صمیمین، یه نفر بعد یه مدت بیاد این وسط، تمومه دوستی. ناخودآگاه بگیم 80%، حالا زیادتر هم نگیم. 80% یکی از اون دو طرف میره طرف اون سومی. حتی اگر پا به پاش مشروب نمیخوری، چه توی جمع چه تنهایی، ولی پا به پاش مست بازی و دیوونه بازی در میاری و اصلا با نگاه قضاوتش نمی کنی، چه برسه به حرف، هم رنگش میشی. تازه حواست هم بهش هست. اگر تو سوبر باشی و اون مثلا خیلی خوردوش مست باشه، تازه حواست هم بهش هست که یهو مثلا یه جا سوتی نده، یه جا یه کاری نکنه، همینجوری حواست بهش هست. این اصلا عجیبه. میگه کشیدن ناز، قلقلک دادن، ناز کردن مو و غیره، اگه دوست پسرش نیست و خودش حساسیت خاصی نداره، اصلا ممنون نیست. این تبصره گذاشته. یکی ممکنه بگه آقا اصلا من حساسم، اصلا دستت به دست من بخوره من دیوونه میشم. خب اصلا اون بر وایسا. حالا اصلا یکی حساسیتم نداره، یعنی رفیق صمیمی من حساسیتم نداشته باشه، آخه اصلا من واسه چی باید نازشو بکشم؟ نه لابد الان میکنن. من میگم مثلا میگم اون موقع نبوده. هر دو طرف مناطق ممنوعه هم رو عموما دیدن و حتی جزئیات میدونن ازش و اگر توی جمعی دستت بخوره بهش، دوتایی میخندین، اصلا پابلیکش نمیکنین. یعنی اصلا چیزه، ببین بچه ها، من چیز نمی کنم و بد و خوب اینجا نشستم بکنم، دارم فقط میگم اون مثلا. خب من ولی دارم میگم این بده. سالهای قبل مثلا این بوده یا نبوده، من فقط همینه ها، بعد نگی نشست قضاوت کرد. من به این مثلا نبوده. نه این بده اصلا، به من به نشانه اعتراض یه نوت فالش زدم که گوشتون از این. اگر با بستیت، یعنی دوست صمیمی، هم خونه یا هم اتاقی، این تا حد امکان نباید بذاری پسرایی که نمیشناسه رو بیاره خونه. حتما باید نقش مامان مهربون رو بازی کنی، چون پسره که نمیتونه مکان خوشگذرونی خودش که درست حسابیه رو دست و پا کنه، لیاقت دوست تو نداره. من فکر کنم کلن از این حدود 16 تا قانونی که ما خوندیم، 15-16 تایی که خوندیم، شاید 3 تاش در قید و بند زمان نبوده. آره. 30 سال پیش بوده، 30 سال بعدم هست، 80 سال بعدم هست. توی عروسی دوست صمیمیت وظیفه تهدید کردن داماد با تو. اصلا چرا تهدید میکنی؟ خب یعنی باید حالیش کنی، رفیقتو اذیت کنه، ناراحت کنه، دلشو بشکنه، خیانت کنه، با تو طرفه و جرش خواهی داد. مثلا یعنی دو اومده بیچاره اومده اون شب مثلا شب سر داریم دو داره مثلا میره یهو شکیلا میاد دستشو میگیره میبره تو اتاق. آخه بابای عروس مثلا اینجوری نشسته با عصا اون گوشه هیچی نمیگه، بعد یهو این یارو چادرشو کشته دورش اینجوری میره و داماده رو میبره تو اتاق. قانونشونه دیگه. نه آقا اینو حذف کنین. چیه؟ روز تولد یا عروسی رفیقت آب تو دلش نباید تکون بخوره و هیچ خبر بدی رو نباید بفهمه، فقط خبرها و اتفاقای خوب رو بهش میرسونی و مشکلات رو تو خودت حل میکنی. این نه اصلا این چیزه، این یکی از شرایط انسانیته. آره، این اصلا دیگه به جنس و اینا رفت نه به چون جنس مثلا، نه به دهه چون نه. مثلا اگه چه میدونم یه عمه یه داماد فوت شه، من رفیق داماد باشم، نه عمش تا 6 ماه اول رابطه دوست پسرت نباید بفهمه تو میتونی بگوزی یا دستشویی بری. باید فکر کنه تو شکوفه میدی. یعنی خیلی اینجوری جودقه مثلا میری اینجوری میشینی مثلا تو رستوران، مثلا غذا خیلی میل ندارم، لطفا اگه مثلا غذا میخواد بیاد سالادش زیاده یا کمه. آره. اگه سالادش خیلی زیاد، مثلا سالاده میاد اینجا مثلا 3 تا کاهو میخوری، بعد رسیدی خونه یهو از دانتان برگر میگیری. آره. آخه نه اینقدر شور، نه دیگه بی نمک، اون وسطش. مثلا من خودم دارم میگم، یکی از معیارها خب مثلا برای جذابیت از فرق داره برای آدم ها دیگه. مثلا برای شخص من اینه که طرف پا به پات بخوره. آره بله. اگه رفیق دوست پسرش رو ددی یا بابایی صدا میکنه، تو اصلا حق نداری همون پسر رو با این کلمه ها صدا کنی. آقا اسمش با مثلا اسمش چه میدونم. آره.
شهرامه، خب بگو شهرام جان مثلا. نه اصلا واقعا دیگه 30 سال پیش هم اینجوری، یعنی اصلا نبوده همچین چیزی. ولی 30 سال بعد ببین چجوری صدا میکنه. ببین آره میگم. اگه رفیقمون حالا تو مثلا دو تایی هستی تو رجیستر فیلم میبینی هر چی دلش میخواد آدم صدا میکنه، ولی آره مثلا نشسته پسره مثلا با انقریش پشمو از زیر آره. لباس زده بیرون و اینا مثلا یه جور اینجوری نشسته اتقام. یه هم میاد اونجا میگه که عجیبه منی بیا برات میوه خلیدم. اگه رفیقمون بوی بدی بده مخصوصا تو تابستون، بسته به روحیه و شخصیتش مستقیم یا غیر مستقیم بهش این موضوع رو باید بگیم. ما میگیم، ما مستقیم میگیم، میگیم شما که مستقیم میگیم. یعنی دیگه ببین چجوری هر دفعه رفیقمون چت ناشناس بذاره حتما توش کلی ازش تعریف میکنیم و با یه لحنی که نفهمه ماییم حرفت قشنگ بهش میزنیم. ببین با دوستش همین خب نه مثلا دوستش یه نیمچه بلاگره، خب یه چت اصلا شاید بلاگر نیست، یه چت ناشناس گذاشته 200 نفر فالوور داره، خوب. لینک گذاشته توی اون بالای پیجش، میگه آقا اگه میخواین حرفی به من بزنین، نمیخواین بفهمین کیم یا بفهمم کی، بیا اینجا برام تایپ کن. خوب. درست میره اونجا مثلا یهو سودابه که دوست سروینه میاد میره اونجا براش تایپ میکنه که وای تو چقدر خوشگلی، آخه به من بگو برای پابلیک بدستک. برای پابلیک میشه؟ نه دیگه، داره پرایوت به دختره مسیج میده اینو. اگه دوست پسر کنونیش کلمه ریسکی داره. از دوست پسر سابقش ازمون بپرسه خوب. علاوه بر این که جواب مستقیم نمیدیم، به پسره میفهمونیم قبلی خیلی از تو خفن‌تر بوده ولی دست از پا خطا کرد، رابطه تموم شد، پس مراقب خودت باش. این خیلی قانون خوبیه. بله اعتماد به نفس پسر مردم رو میزنن با خاک اکسان میکنن، قانون خوبیه. به ما چه میخواست کار درست رفت؟ خب نه اصلا بیچاره کاری الان نکرده، داره ماستشو میخوره، یهو میاد میگه ببین باید... قبلی از تو خیلی بهتر بود و حواست باشه، میگه آقا من اصلا دارم برنج میخورم چی میگه این دفعه باید بهتر برنج بخورم. خب میگه اگه رفیقمون بچه کوچیک یا یه حیوان خاص یا چیز خاصی دوست داره، تمام ریل های عالم رو از اون کانسپت براش میفرسته. آره چرا، برای منم مثلا الان خب مثلا میخوان چیز بفرستن، کل ریل های من یا میمونه یا موزه. توییتر فضای مهمیه اصلا، اینکه هیچ. آره اون که هیچ. وظیفه شناسایی اکانت های کراش های رفیقت در اون فضا با توه، زیر نظر میگیری و هر حرکت مشکوکی رو اطلاع میدی برای کراش، دوست پسر و حتی اکس. این قانون ثابته. حالا چرا توییتر؟ قانون خوبیه. بابا چی نه بزن... توییتر رو بکنی بابا. توییتر اصلا چرا خوب اینستاگرام؟ من اصلا اعصاب توییتر ندارم. توییتر همه ببین با یه یارو اینجوریه خب؟ آره یعنی آماده است. یعنی میگه سلام چرا؟ آره. من اصلا هیچ بابا خدافظ. پچرا سلام کردی. من خیلی محیطش دل اصلا توییترش. اگر رفیقای 10 یا 12 ساله هستیم، هر بار که پیش هم میمونیم همه خاطره‌های جذابمون رو قبل از خواب مرور می‌کنیم و از خنده یا گریه پاره میشیم. آره. این به خدا که منم با دوست صمیمی اینجوری میشین همه آره. خاطره ها رو میگین آره. گریه میکنین آره. نه گریه برای چون از شدت خنده گریه میکنین. اگر دوست دختر جدید اکسش رو بهت نشون بده، استفاده از این جملات واجبه. وای چقدر میمون و زش، اصلا قابل مقایسه با تو نیست، البته لیاقتش هم همینه. و بس به این چی؟ و بسته به این که چقدر با دعوا جدا شده باشن، به جمله ها فوش اضافه میشه. جمله‌ای که نوشتم برای یه جدایی مسالمت آمیز و بالغانه است. وگرنه میریز جزا میدار اونجا که قانون عالیه. نوشته که و در آخر از دست دادن هر رفیق قدیمی صدها برابر از دست دادن رابطه دردآورتره و هیچ کس جای رفیقت رو نمیگیره. حرف بزنین و حل کنین مسائل بینتون. آره. حرف بزنین حل کنین. آره. الان اون دوست صمیمی دختره خب برای همیشه تو ذهن پسره در حاله ای از ابهام. آره. مثل پلیس خوبه. شما وقتی یه جا دستگیر میشه، یه اتفاقی برات میفته، یه پلیسه میاد میشته بغلت میگه پسرم چی شروع میکنه باهات مثلا چیز دیگه باهات کنار اومدن که آقا چی شده چرا از این کارا میکنی، تو هم میزنی زیر گریه شروع میکنی همه چی رو برای این تعریف کردن، اون میره همه اینا رو میذاره دست اون پلیس بره. آره. خب ولی ما هم اینو داریم، این به اون در آره. ما با یعنی چیزی که عوض داره گله نداره. اگر قانونی جا مونده به... نمیگی که، ولی واقعا آره. اگه جا مونده بود به این اضافه به من بگی مامانم بگی بعد اون به من میگه و همین دیگه. من به خاطر همین، به افتخار همه بچه ها، میخوام با یه دونه پیانو ازتون خدافظی کنم.
اگه دوست پسرش براش سورپرایز پارتی بگیره و از تو هیچ کمک و هیچ نظری نخواد، تو به رفیقت میگی چه خبره، ولی میگی چه خبره بعد گفتن. برای دخترها هم هست، با این تفاوت که اگه کسی تو جمع از اون کار خاص بد خب حرف زد، تو پشت دوست در میای و میگی که خوب کرده، هیچ کاری کرده و تو از تنهایی نقلش کنی. هستمه تا بیخ بود برای پسرها، برای دخترها. آقا من موافقم، کار خوبی. الکی نمیفهمتش میگه موافقم. اگه من نمیفهمم واسه چی من آوردی تو ویدیو؟ نه میگم متوجهش نه. خب بیا اینو مثلا صمیمی. آره بس. بذار بگم. بعد اینجا کی بود سومی؟ ملیحه و نه دیگه، معلقا، سوریا. سوریا نه سومی بود اول.